سلام، به کانال کامیک فکتس خوش اومدید. من عرفان هستم و قصد دارم براتون یکی از بهترین مجموعه کامیک های وولورین یعنی اولد من لوگان رو تعریف کنم که این مجموعه بی نظیر توسط مارک میلار نوشته شده و داستان اون مربوط به زمان آینده هست، زمانی که وولورین پیر شده و دیگه از چنگال های فلزیش استفاده نمی کنه و خیلی از ابرقهرمان ها هم به دست ابرشرورها جونشون از دست دادن. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید اونو سابسکرایب کنید تا باقی این مجموعه زیبا و بقیه ویدیوهامون رو از دست ندید. شما رو به تماشای قسمت اول از کامیک اولد من لوگان دعوت میکنم. تا آخرین ویدیو همراه ما باشید. کسی نمیدونه که اون شب که ابرقهرمان ها سقوط کردند چه اتفاقی افتاد. تنها چیزی که میدونیم ناپدید شدن اونا و پیروزی سیاهی بود. و الان آدمای بد هر کاری رو که میخوان انجام میدن. اما اتفاقی که برای وولورین افتاد بزرگترین راز در دل این همه راز هست. بعضی ها میگن آسیبی که به وولورین زده شده جوری بود که هیچ کس مثل اونو تجربه نکرده. بعضی ها هم میگن نه، اون از مبارزه کردن خسته شده و الان خودشو بازنشسته کرده و ترجیح میده ساده زندگی کنه. ولی با این اوصاف اون حدود 50 ساله که از چنگالهاش استفاده نکرده و اونا را بیرون نیاورده. حتی دیگه دوستاش هم به زور میشناسنش. مردی رو میبینیم که سوار بر اسب با ظاهری ژولیده و لباسهایی مندرس به سمت مزرعه‌ای که در تصویر مشخص است در حال حرکته. بله، اون مرد کسی نیست جز لوگان. و مثل همیشه با سگرماهایی تو هم و اون چهره خشمگین مشاهده‌گر اون هستیم که در حال فکر کردن به گذشته و زمانی که فعالیت‌های قهرمانانه می‌کرد هست، که در همین حین پسر لوگان یعنی اسکاتی اونو صدا می‌کنه و میگه بابا بازم تراکتور خراب شده. خیلی سعی کردم درستش کنم ولی این بار واقعا به یک موتور جدید نیاز داره. اونا در ساکرامنتو کالیفرنیا زندگی می‌کنند و خب اینطور که مشخصه زندگی و اوضاع مالی خوبی ندارند. لوگان در جواب به پسرش میگه خب مگر اینکه چند تا لوبیای سحرآمیز داشته باشی که بفروشیش و با پولش بتونیم یه موتور جدید بخریم، چون من هیچ پولی ندارم. اسکاتی میگه خب پس باید چی کار کنیم؟ خب فکر کنم از این به بعد خودم باید جابجاش کنم. همسر لوگان رو میبینیم که به همراه دخترشون به سمت اون میرن و لوگان بهشون راجع به اوضاع بد مالیشون میگه. ظاهراً اوضاع مالی اصلا خوب نیست. موقع نهار همسر لوگان بهش میگه صاحب فروشگاه برای ایکس باکس حاضر 38 دلار پول بده. ولی لوگان این موضوع رو نمیپذیره و میگه مارین قرار نیست وسایل بچه ها رو بفروشیم. مارین بهش میگه این یک فکره و اینکه اجاره خونه هم دو روز عقب افتاده و دیگه چیز با ارزشی هم ندارن که بفروشند. مطمئنن بچه ها درک میکنن که اوضاع چقدر بده. همین موقع اسکاتی هم در تایید حرف مادرش میگه بابا ما مشکلی نداریم با این مسئله، در ضمن اصلا اونقدر وقت نمی کنیم باهاش بازی کنیم. گفتم من وسایل بچه هامو نمی فروشم. در همین موقع دختر لوگان یعنی جید که در حال بازی کردن هست بهش میگه مامان دوستم بکی میگفت قبلا تو یک ابرقهرمان بودی قبل از اینکه آدم بدا پیروز بشن، درسته بابا؟ در همین حین که این سوال پرسیده میشه ماورین برمیگرده و به لوگان نگاه میکنه و لوگان هم در جواب میگه برو به مامان بکی بگو که چیزی به اسم ابرقهرمان وجود نداره، حالا هم دختر خوبی باشه اون نونو بده به من. لوگان رو میبینیم که کنار حصار مزرعه ایستاده و غروب خورشید رو نگاه میکنه. در همین حین ماورین به اون ملحق میشه و به لوگان میگه که از دست جید به خاطر سوالی که پرسیده ناراحت نباشه، اون بچه است و دلش میخواد راجع به گذشته باباش بدونه. اما لوگان میگه من عصبانیت هم از دخترم نیست، از خودمه. با این اوضاع خراب چطور میتونم اجاره این ماه بدم؟ وقتی دیر بشه اجارت میدونی که چی کار میکنم. بله، ظاهرن اجاره توسط افرادی جمعی شده که قدرت اون منطقه رو به دست داشتن. بخشی از این منطقه ها تحت امپراتوری کینگ پین بود و بخش دیگه اون تحت نظارت دوم، و بخشی هم که لوگان و خانوادش در اون زندگی می کردن تحت کنترل نوادگان بروس بنر یا همون هالک بوده. اونا هم برای اینکه در مقابل دوم و کینگ پین حرفی برای گفتن داشته باشند با مجازات و زور کارشون رو پیش می بردن.
مارین به لوگان میگه که ماه بعد دو برابر بهشون اجاره میدیم. نه مارین، اونا نوادگان بروس بنرن، هیچ وقت معقول نیستن. دو روز بعد اسکاتی رو میبینیم که یک تفنگ در دست داره و در حال جایگذاری فشنگ داخل اون هست که لوگان بهش میگه پسر تفنگ رو بذار کنار. مشکلی نیست بابا، کسی اینو نمیبینه، فقط میخوام دم دست باشه برای موقعی که آدم خوشا میان. اونا اگر این تفنگ رو ببینن این کارو میکنن. حالا بذارش کنار. اه بی خیال، من فقط قصد دارم کمک کنم. وقتی بهت میگم تفنگ رو بردار باید برش داری. همین موقع مارین لوگان رو صدا میزنه و بهش میگه افراد هالک اینجان. بله افراد هالک رو میبینیم که خیلی سریع در حال اومدنن. اونا توسط اون هالک مؤنث که در حال شیر دادن یک بچه هست رهبری میشن و دو نفر دیگه برادرهای اون هستند. وقتی که میرسن با به یاد آوردن گذشته و خاطرات لوگان و زمان وولورین بودنش و اینکه الان هیچ کاری نمیکنه بهش زخم زبون میزنند. خب اونا اومده بودن به خاطر عقب افتادن اجاره لوگان رو مجازات کنند که یکی از اون دو برادر که جسه بزرگتر کلایی هم بر سر داشت میگه خب آماده ای که مجازات بشی گاو وحشی، یا اینکه ما باید مزرعه کوچیکتو با خاک یکسان کنیم؟ برادر دیگه میگه ای پیری، نکنه کری ها؟ آماده ای کتکتو بخوری یا نه؟ هی این یارو میخواد ما رو بپیچونه. لوگان که سکوت کرده و به پایین نگاه میکنه از شدت عصبانیت چنگالهاشو در میاره و با استفاده از اونا رو زخمی و نابود میکنه، در حالی که خونوادهش نگران در حال نگاه کردن اون هستن. اما این چیزی نبود جز خیال و فکر لوگان. اون خیلی دوست داشت این کار انجام بده، در حالی که هنوز افراد هالک بالا سر اون ایستاده بودند و منتظر جواب اون بودند. خب چی شد هم؟ بله آقا، من آمدم تا کتک بخورم. خوبه. در حالی که اونا لوگان زیر باد کتک گرفتند بهش میگن یالا تو قبلا خطرناکترین مرد کره زمین بوده، بعد ما داریم وولورین رو میزنیم، ما فقط یه مش وحشی هستیم. ده اون دسته کثیفتون از بابای من بکشید کنار. بله مشاهدگر اسکاتی هستیم که تفنگ در دست داره و به سمت اونا هدف گرفته. میگم داشی این جوجو آدم شوخ‌طبعیه نه؟ خوشحال باش که ما هم آدم های شوخ‌طبعی هستیم بچه. آی دیگه دو برابر پرداخت کن، وگرنه چی همه میمیرن و رتته. و افراد هالک اونجا را ترک میکنند و اسکاتی و مارین در حالی که جید در بغلش هست به سمت لوگان میدوند تا از وضعیت و حال اون با خبر بشن. اما در شب یکی از دوستان لوگان به عیادت اون اومده و میگه آه اونقدر هم بد نیست ازت. به خاطر اینه که تو کوری هاکالی. بله دوست لوگان یعنی هاکای به عیادت اون اومده که در حال حاضر کور هست و عینکی به چشم داره و به لوگان که حسابی ضربه خورده و صدمه دیده میگه با این اصاف سیستم احیای تو مثل سابق نیست، ولی خب هنوز میتونه تو رو روبراه کنه. خب تو اگه پولشونو ندی میدونی دیگه خیلی بد میشه. هیچ پس اندازی داری؟ خودت چی فکر میکنی؟ من؟ فکر میکنم تو مشکلات زیادی داری و سوالم اینه که میخوای چی کار کنی؟ اگه منظورت مبارزه هست باید بگم من دیگه اون چنگالا رو در نمیارم. آه میدونم، اون موقع که 100 نفر بودیم شکستمون دادن، الان فکر کردی ما دوتا شانسی داریم؟ نه منم بیخیال مبارزه شدم، ولی پیشنهادم به در رابطه با یک کسب و کاره. چه جور کاری؟ تحویل محموله. قانونیه؟ به نظرت این سوالی که داری از یه نفر از اعضای قدیمی اونجرز که تا حالا قانون شکنی نکرده میپرسی منطقیه؟ من میخوام یه محموله رو تو 2 هفته ببرم ساحل شرقی، ولی تنهایی از پسش بر نمیام. من به یه نفر که راهنماییم کنه نیاز دارم و بابت اینم 500 تا بهت میدم. نظرت چیه وولورین؟ اسم من لوگانه. قطعا همینطوره. در صبح روز بعد لوگانو میبینیم که در حال خدافزی کردن با خانوادش هست و میبینیم که به مارین میگه نگران نباشه و هیچ اتفاقی براش نمیفته و اونا به این پول نیاز دارند
و همچنین به اسکاتی هم میگه که در نبود اون از خانواده مراقبت کنه و دخترش رو هم در آغوش میگیره و بعد خدافظی به سمت ماشین میره که هاکای پشت فرمون نشسته و بهش میگه ای تو پشت فرمون چه غلطی میکنی پیر خرفت؟ این ماشین منه مگه نه؟ کار تو هم اینه که نقشه بخونی و دیدی داریم میریم تو چاله، به من هشدار بدی تا نجاتمون بدی. لوگان سوار ماشین تندروی هاکای میشه و به محض نشستن کمربندشو میبنده و سفرشون آغاز میکنن و لوگان به هاکای میگه اوه خیلی سریه. باید هم سری باشه چون میخواییم 4 امپراتوری رو پشت سر بذاریم. خب از روی جهتیاب به هم مسیر رو بگو. اونا باید برای رسیدن به مقصدشون از امپراتوری های هالک، کینگ پین، دکتر دوم و منطقه رئیس جمهور عبور کنند. اونا به مسیرشون ادامه میدن و در حالی که خاک پشت اونا رو فرا گرفته، هاکای به لوگان میگه برای سفر زندگیت آماده باش. و در اینجا قسمت اول از کامیک اولد من لوگان به پایان میرسه. امیدوارم از شنیدن این مجموعه پرطرفدار و جذاب لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایبتون حمایتمون کنید. منتظر قسمت‌های بعدی این مجموعه و باقی ویدیوها باشید. تا یک کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.